خب اوکی، بعد یه چیز جالب انگیز دیدم، به حیرت کردم، گفتم بذار ببینم داخلش چیه. هر روز پلی نگه. این گفته میشه آقای شهرام جزائریه در زندان داره جوجه کباب درست میکنه. چنجه در زندان بزرگ. بعد آقای بهمن بابازاده که خبرنگار حوزه موسیقی است گفته که یکی از طاقت ندارم، بذار پلیش کنم اول. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اینجا آشپز آقای مندل هستیم، کباب جنجر بلاد از شاید بسیار سخت علا برکت الله آقای مندل آقا خوابه. بسم الله. شهرام جزائری است که درسته، شهرام جزائریه، ولی این که اینجا زندانه مسئله است و این که گوشت اونجا چجوری رفته تو زندان لابد میتونه بره، نمیدونم. و شما باید شهرام جزائری باشی فکر کنم که بتونی اینجا گوشت ببری رو چنجه درست بکنی. ولی به نظر میرسه ببر کسی که نمیدونه این آقای شهرام جزائری یک شخصی بود، مثلا آنتروپرونر، اینجوری که مثلا ما امروز میگیم که زیاد چیز نباشه، در واقع کارآفرین بود، مثلا سرمایه داره چیزی بود. ایشون سالهای قدیم مشخص شد که ایشون رشوه میداده به برخی از مسئولین در مجلس، نماینده های مجلس اینا، که کروبی احمد نژاد کروبی بودن، میگفتش که 300 میلیون رو شکار کردی، منظورش این بود. حالا ایشون در زندان چنجه درست میکنه، بسیارانی در خونه خودشون نمیتونن این کار کنن. اگر این ویدیو صحت داشته باشه و اینجا زندان باشه و مثلا مرخصی نباشه، این آزای جهنمی چیز در مورد اسنپ گوشتی میخوام حالا بررسی کنم، خیلی جالبه. ولی چنجه ی آقای چیز شهرام جزائری حیرت آوره برای من. آدما حالا مثلا سبک بابک زنجانی اینا، ولی خب اون خیلی کلاهبردارتره. در زندان چنجه میتونه درست بکنه، مثلا این همسایه ما در شهرستان احتمالاً، حالا اونم میتونه احتمالاً، بلکه نمیتونه، چیزی حالا همچنان هم گرون نیست که نتونه. ولی اگر اون همسایه ما مثلا بیفته زندان، بعید میدونم اونجا بتونه گوشت ببره اونجا و چنجه درست بکنه. نمیدونم، حالا هر کی هستی به ذهنش میرسه بگه. بذار یه بار دیگه بسم الله الرحمن الرحیم. ما اینجا آشپز آقای مندل هستیم، کباب جنجه بلاد از شاید بسیار سخت علا برکت الله آقای مندل. تکتیکم به روحانی میندازه آخرش، ببینید آدم سیاسی کاریه. ایشون یه بار فرار کرد، راستی یادم اومد، یه بار فرار کرد چند سال پیش از مرخصی، بعد فرار کرد در دبی توی روستا گرفتنش. همه فرار میکنن به کردستان، این فرار کرد به عربستان، نمیدونم چرا اونجا گرفت آوردنش. هنوز زندان، زندان نشم تمام. من بچه، من 30 سالمه، اون موقع شاید 10 سالم بود، این تو زندان بود، هنوزم هست. خب چنجه درست میکنه زندان، چنجه درست بکنی خسته کننده نیست که بیا بیرون چیکار کنی، تو ترافیک گیر کنی، از اعصابت خرد بشی، تو زندان میشینی با شلوارک. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اینجا آشپز آقای مندل هستیم، کباب جنجه بلاد از شاید بسیار سخت علا برکت الله آقای مندل آقا خوش. یه نکته دیگه هم پیدا کردم، این عینک اینجاشه، دقت کنید. ببین من این عینک گذاشتم، ببین برای منو ببینید، دیدی عینک کرده اینجا گذاشتم، خب عینک اونجا داره تو زندان. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اینجا آشپز آقای مندل هستیم، موهای کوتاه، کباب جنجه بلاد از شاید بسیار سخت علا برکت الله آقای مندل آقا خوابه. خیلی پیچیده شد. حالا بذار یه چند روز بگذره دوباره چیز تحقیقات میکنم. چیز مهمی نیست، شهرام جزائری تو زندان کباب درست کرده. حالا که چی؟ خب من که نمیدونم زندان کباب درست کنم، شهرام جزائری میتونه. ولی آخه نکتهش اینه که چند روز پیش ایشون هم نوشته، چند روزی یکی از خواننده های پاپ که چند روزی پیشش بود روایتی داشت از سختی زندان. حالا من میخوام برم دنبال اون ماجرا، اول بعد اول میرم دنبال اون. ولی تطوی این در بیاد. خلاصه این چون جالب انگیز بود گفتم که بهتون نشون بدم که اگر چیز شد اوکی. فعلا همین، فعلا همین. الان خدافظ.